فرانس 24 به نقل از چند منبع اروپایی گزارش داد ایالات متحده درخواست چند کشور اتحادیه اروپا از جمله فرانسه را برای خودداری از تحریم شرکت حاضر در ایران رد کرده است این منبع می نویسد واشنگتن در برابر درخواستهای اروپایی برای معافیت از تحریم شرکت دارای تجارت با رژیم ایران از خود قاطعیت نشان می دهد. چند منبع تایید کردند که ایالات متحده خواست چند کشور از جمله فرانسه را در این رابطه رد کرده است. در فردای تصویب قانون مسدودسازی سازی از سوی اروپا به منظور حفاظت شرکتها از تحریم های آمریکایی، واشنگتن روز سهشنبه 17 ژوئیه علامت منفی تازه ای را به شرکت های اروپایی که خواهان تجارت با رژیم تهران هستند ارسال کرد. به گفته یک،, یک منبع در وزارت اقتصاد فرانسه آمریکا به هیچ یک از درخواست های مطرح شده در نامه چار جوان فرانسه، انگلستان و آلمان پاسخ مثبت نداده است پولیتیکو گزارش داد اتحادیه اروپا تا کنون نتوانسته به شرکت های اروپایی برای حفظ تجارتشان با رژیم تهران تزمین های لازم را ارائه کند پولیتیکو با اشاره به تصویب اعمال قانون مسدودسازی تحریم ها توسط اتحادیه اروپا در روز دوشنبه افزود کارشناسان میگویند بعید است اقدامات اتحادیه اروپا نتیجه مورد نظر را در بر داشته باشد ریچارد نفیو که در دوران اوباما کارشناس اصلی تحریم ها در تیم مذاکره کننده آمریکا برای توافق اتمی بود گفت قانون مسدودسازی اروپا فقط بار مسئولیت حقوقی و دردسرهایی را برای شرکت‌های اروپایی ایجاد می‌کند. مشکل اصلی منافع تجاری شرکت‌های اروپایی یا بانک‌های آنها در ایالات متحده است. پلیتیکو می‌افزاید قانون مسدودسازی بر موضوعاتی اعمال می‌شود که داخل اتحادیه اروپا جریان دارد و لذا نمی‌تواند ایالات متحده را از هدف قرار دادن شعبات و دارایی های شرکت های اروپایی در آمریکا باز دارد. روزنامه وال استریت جورنال درباره تلاش اتحادیه اروپا برای باز نگاه داشتن کانال مالی با بانک مرکزی رژیم نوشت که اروپا این اقدام خود را منوط به اجرای قوانین موسوم به پولشویی در چارچوب FATF کرده است. قوانینی که رژیم به شدت به آنها بدبین است. والستری ژورنال افسود بانک های انگلستان آمادگی برای اجرای تدابیر بانکی اتحادیه اروپا را تایید نکردند و بانک های آلمان و فرانسه هم از اظهار نظر درباره آن تفره رفتند ولی مقام های اروپایی به سراحت می گویند که حتی در صورت موافقت رژیم برای عمل در چارچوب قوانین FATF نیز تضمینی وجود ندارد که اتحادیه اروپا توان رودررویی با آمریکا را داشته باشد.